ولی خب چون یه انتخابی کرده بودم و یک آرمانی رو بالاخره دیده بودم و تو اول صحبتام هم اشاره کردم که آشنایی با مجاهدین یک پایی رو تو من زده بود و بنای اون عشق در ابتدای قضیه گذاشته شده بود، دیگه نمیتونستم بمونم، یه هدفی بود بالاخره باید براش میرفتم. تصمیمت گرفته بود؟ یه تصمیم گرفته شده بود. داره خیلی هم سخت بود و اون لحظه که میخواستم بیام خب جلوی چشمم بود، لحظه که حتی یادم دستاشو دراز کرد به سمتم. همونجا یاد مجاهد شهید علی میهندوس افتادم. همواره خانواده‌اش تعریف میکردن که وقتی به ملاقات مجاهد شهید علی میهندوس میرفتیم، چون علی یک فرزندی داشت، یک پسری داشت، گفته بود که وقتی که میاد ملاقات دیگه امیر رو نیاریم به ملاقات من، چون میترسم از مبارزه و ادامه مسیر منو بکنه. همواره این انگیزه بود برام. یا بعضی از شهدا بودن، مثل یکی از شهدا بود که از شهدای قزوین بود به نام یوسف یعقوبی، این با داشتن یک دختر بچه و اینکه همسرش هم باردار بود، ولی من سوال میشد برام چطور شد این ول کرد و رفت، چه چیزی رو دیده بود، چه چیزی باعث شد که از زیباترین و چطور بگم عزیزترین چیزش بگذره. این سوال تو ذهن من همواره تو این سالیان بود، تا اینکه خودم تو معرضش قرار گرفتم، دیدم که بالاخره بین انتخاب مبارزه و انتخاب تمایلات و علایق نمیتونی همون رو داشته باشی و همین رو، باید از یکی بگذری تا به یه آرمان بالا برسی. خیلی از آتنه ها توی ایران دارن طعم تلخ جدایی ها رو میچشن. بالاخره یکی باید دست بالا بکنه، یکی باید بلند شه. اگه من یا دیگران بلند نشیم، بالاخره کدام پدر بلند میشه و کی میتونه جوابگو باشه؟ بالاخره یکی باید پاسخگو باشه به همین سوال ها. چرا مجاهدین رفتن؟ طی سالیان، اگه من 6 سال از مثلا فرزندم جدا هستم، مجاهدین هستیم که داریم که 30 سال از خونه و خانواده و فرزندانشون به دور هستن، حتی بچه هاشون رو ندیدن. داریم تو مجاهدین توی همین اشرف خیلی از برادران و خواهرانی هستن که سالیان سال حتی هیچ اطلاعی، حتی هیچ تماسی، حتی ارتباطی با خانواده هاشون نداشتن.